میرسیم به بحث آدیو مارکرز. اما این آدیو مارکرها چی هستن؟ فرض کنیم که شما میخواید تدوینتون رو بر اساس بیت این موسیقی انجام بدید. یعنی در واقع هر جایی که یه بیت داره شما یک کات بخواید بزنید. من اینجا اول اون اندازه که میخوام رو جدا میکنم، مثلا میزنم 10 ثانیه. در انتهای کلیپ یه آوت پوینت میزنم و توی ابتداش یه این پوینت. حتما دقت بکنید که ابتدا و انتهاش آوت و این و آوت باید داشته باشه، وگرنه شما نمیتونید از میک ساب کلیپ استفاده کنید. خب وقتی من این آوت انتخاب کردم، یا میک ساب کلیپ رو میزنم و اینجا میزنم مثلا پاریس بیت، حالا هم اینجوری یه ای زیاد گذاشتم، اشکال نداره دوتا ای دیگه میذاریم. علت این که من ساب کلیپ اینجا درست کردم اینه که اگر من الان بخوام بیام روی این کلیپ و از گزینه مارک آدیو پیکس استفاده بکنم، اگر ساب کلیپ نباشه، مثلا اینجا این فایل صوتی فکر کنم 6 دقیقه باشه تقریبا، بله 6 دقیقه و 28 ثانیه است، این آنالیزور آدیو پیکس مارک میاد تمام کلیپ رو در نظر میگیره و فقط بین این تو آوت رو آنالیز نمیکنه. به همین دلیل بهتره که شما ازش یک ساب کلیپ درست بکنید که بتونه فقط همون یه تیکه رو برای شما آنالیز بکنه و وقت شما زیاد تلف نشه. خب من این کلیپ رو میبرم توی تایملاینم و حالا اینجا دابل کلیک میکنم رویش، باز میشه اینجا، میام توی مادیفای، مثلا میخوام توی مارک آدیو پیکس و مارک. همونطور که شما میبینید بر اساس بیت من اینجا، بر اساس ضرب موسیقی اینجا با مارکر بر من میذاره. خب تو همین 10 ثانیه بد نیست با هم ببینیم. همونطور که اگر خاطرتون باشه خدمتتون گفتم، شما میتونید با ابزار رول از یک کلیپ کم کنید به یکی اضافه کنید یا ریپل فقط کم کنید. من اینجا از ریپل استفاده میکنم. من این رو میارم تا اینجا، انتهای این کلیپ رو تا اینجا. خب این یکی رو باید بلندتر بکنم، این وسط یه دونه اضافه میخوره، اشکالی نداره، و حالا تا اینجا که ثانیه آخر هست. یک بار با هم میبینیم. اما شاید شما بخواید که ضرب بیشتری معذرت میخوام، ببخشید، شاید شما بخواید ضرب بیشتری داشته باشه این کار، یعنی مارکرهای بیشتری برای شما بذاره و الان تعدادی که برای شما گذاشته شاید کم باشه. شما روش دوباره دابل کلیک میکنید، بر اساس این لول صدا برای شما مارک میذاره. مثلا من اگر لول رو ببرم بالا، بیام اینجا توی مارک آدیو پیکس مارک، همونطور که شما میبینید خیلی تعداد مارکرهای بیشتری میذاره. و اگر شما اینجا دقت بکنید روی تایملاین من، دقیقاً روی بیت های موسیقی هست هر کدوم از این مارکرها. یا بالعکس اگر میخواد مارکرهای کمتری بذاره، میتونید این رو از صدای پایینتری استفاده کنید، مثلا -1 dB، منفی و حالا من اگر بیام آدیو پیکس مارک، خب اصلا هیچی نتونست پیدا کنه توی اون صدا، اجازه بدید همون 0 که قبلا با هم دیدیم. خب من اینجا نه از 0 خوش آمد نه از 5 dB، من 2 dB صدا رو میبرم بالا، مارک رو میزنم و حالا اینجا میتونم بر اساس این ضرب آهنگی که این موسیقی داره کار رو ادیت بکنم و هر کدوم از این کلیپ ها رو به اندازه یک ضرب موسیقی قرار بدم، یا دقیقا سر ضرب موسیقی قرار بدم.
یعنی یه خورده دیگه صبر بکنیم، فکر کنم بتونیم نتیجهش رو ببینیم. خب ما راشامون تموم شد، فکر کنم همین میزان کافی باشه. یک بار با هم میبینیم. خب اینم خیلی تند و تیزه، شاید این هم خیلی زیاد باشه. در هر صورت شما میتونید از این گزینه مارک آدیو پیکس پیک های صداتون، ضرب های صداتون رو پیدا بکنید و بر اساسش میکس، تدوین یا هر کار دیگه انجام بدید.